انگلیس یکی از بزرگترین ساده کنندگان سلاح به عربستان سعودی است اما میان مقام های مختلف این کشور بر سر موضوع ارسال سلاح به عربستان اختلاف نظر وجود دارد گفته می شود دیوان عالی انگلیس طی چند روز اخیر با بازنگری در قرارداد فروش سلاح به عربستان مخالفت کرده است همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. دادگاه عالی لندن درخواست یک سازمان غیر دولتی جهت بازنگری قضایی در تصمیم دولت انگلیس برای از فروش سلاح به عربستان را نپذیرفت. منابع رسانه بین المللی گزارش دادند که دو قاضی دادگاه عالی شهر لندن با درخواست بازنگری قضایی در تصمیم دولت این کشور برای از فروش سلاح به عربستان که ممکن است از آنها در جنگ یمن استفاده شود مخالفت کردند. آنها پس از بررسی دلایل مطرح شده در این درخواست که از سوی سازمان ضد تجارت اسلحه ارائه شد مخالفت خود را با آن اعلام کردند این سازمان که دفتر آن در انگلیس است لندن را متهم کرد که در های قوانین بین المللی و در بدترین بحران انسانی جهان که در یمن در حال وقوع است و در سالهای گذشته موجب مرگ ده هزار تن شده نقش داشته است اما این دو قاضی انگلیسی ضمن تایید موضع گیری دولت انگلیس در این خصوص تاکید کردند که در ارزیابی ریسک های این تصمیم که مسئولان این کشور قبل از از فروش سلاح به عربستان در سال 2020 آن را انجام داده اقلانیت مستمری وجود ندارد. عربستان از سال 2015 یک اعتلاف نظامی را در حمایت از دولت مستحفی یمن در مقابل نیروهای جنبش انصار الله ایجاد کرده است. سازمان غیردولتی یاد شده شکایت قضایی خود را پس از آن مطرح کرد که انگلیس از سرگیری فروش سلاح به عربستان را اعلام کرد و وزرای کابینه انگلیس نیز مدعی شدند که این تصمیم خطر آشکاری داله بر احتمال استفاده از سلاح‌های فروخته شده در نقض‌های جدی قوانین المللی انسانی ندارد. دولت انگلیس از سال 2015 اجازه فروش سلاح به عربستان را صادر کرد که شامل جنگنده ها، راکت ها و بمب های هدایت شونده به ارزش 7 میلیارد و 900 میلیون پوند معادل 9 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. امیلی اپل سخنگوی این سازمان گفت روشن است که سازمان از این حکم قضایی احساس ناامیدی می کند و تصمیم دادگاه که در بسیاری از موارد متکی به برخی شواهد مبهمی است که ما اجازه نداریم از آنها مطلع شویم پایین ترین سطحی را که دولت باید برای فروش سلاح به حاکمیت های ناقض حقوق بشر برسد فرملا می کند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه